مردسالاری سیستماتیک، آزار و خشونت جنسی. گفتگوی ما با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان و شیرین میرزانژاد، حقوقدان و دبیر تحریر گروه تئاتر اگزیت را میشنوید. سلام دارم به هر دوی شما و سپاسگزار از این که این فرصت رو مهیا کردید که با هم باشیم. خانم نوروزی، اولین بار هست که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم. برنامه رو طبق رسم معمول با شما شروع میکنیم. قبل از هر چیز من میخوام به خانواده علیرضا فاضلی منفرد و تمام کسایی که از قتل اون دلشون و قلبشون رنجید و ناراحت شدن تسلیت بگم. متاسفانه خبر وحشتناک سربریدن جوان 20 ساله از اقلیت‌های جنسی رو شنیدیم که در اهواز صورت گرفته. تیتر برنامه رو گذاشته مردسالاری سیستماتیک. آیا شما فکر میکنید که مردسالاری در ایران به شکل سیستماتیک هست؟ من به شما سلام میکنم و من هم تسلیت میگم. واقعا در یک روز خیلی خیلی تلخی داریم با همین گفتگو رو انجام میدیم و خیلی خیلی ناراحت کننده است شنیدن مدام این خبرها، میدونم برای همه ما، ولی ممنونم از شما که این موضوعات رو طرح میکنید و در واقع نگه میدارید این جمع ها رو برای اینکه گفتگو بشه بر سرش. و در مورد سوالتون این که مردسالاری در ایران سیستماتیک هست، البته که هست و مردسالاری به صورت کلی سیستماتیک هست. مردسالاری یک در واقع فرایند سیستماتیک در جهان، یعنی یک سیستمی هستش در جهان که داره این در واقع کارزار رو پیش میبره، این وضعیت رو پیش میبره. به چه معنا سیستماتیک هست؟ قانون داره، اقتصاد داره، سیاست هایی داره و بازوهایی داره که داره این ساختار رو میچرخونه و پیش میبره. بله، در تمام جهان و از جمله ایران مردسالاری یک سیستم هست، سیستماتیک هست. بله، متشکرم. خانم میرزا نجاد، شما نظرتون چی هستش؟ آیا فکر میکنید که این مردسالاری سیستماتیک هست در ایران و یا همینطور که خانم نوروزی گفتن یک فرایند جهانی هستش، یا اینکه نه؟ بله، من دقیقا موافقم با صحبت خانم نوروزی که اشاره کردم. ببینید، خشونت جنسی و جنسیتی از نتایج مستقیم سلطه نظام مردسالار که مختص جامعه ایران هم نیست. این نظام میاد رابطه زن و مرد رو به شکل فرادست و فرودست تعریف میکنه و این داینامیک میاد به شکلهای مختلفی تجسم و عینیت پیدا میکنه و با ابزارهای مختلفی هم ترویج و تثبیت میشه، مثل مذهب، فرهنگ، سیاست و میشه گفت نظامهای اقتصادی اجتماعی در طول قرون گذشته، مثل بردهداری، فئودالیسم و سرمایه‌داری که نظام حاکم امروز هست. همگی این ویژگی مشترک رو داشتن، یعنی مرد سالاری ویژگی مشترک تمام این نظام ها بوده و این نظام ها بر بستر مرد سالاری رشد و تحول پیدا کردن. بنابراین انواع خشونت و آزار جنسی و جنسیتی هم میشه گفت که نهادینه شده در فرهنگ، فرهنگی که مبناش سلطه مرد هست. به معنای دقیق تر بخوایم بگیم سلطه مرد، مرد دیگر جنسگرایی که به زعم این فرهنگ در چارچوب تعریف مرد قرار میگیره بر دیگران، یعنی زنان، اقلیت‌های جنسیتی، کسانی که جنسیت یا گرایش جنسیشون در این چارچوب تعریف شده نمی گنجه. خب در اینجا خشونت به عنوان نتیجه این مناسبات خودش رو به عنوان ابزاری مطرح میکنه که از یه طرف به تحکیم این مناسبات هم کمک میکنه، یعنی هم نتیجه است و هم خودش یه ابزاری میشه برای تحکیم این مناسبات و یه چرخه‌ای رو به وجود میاره. حالا چطور این کار رو میکنه؟ اگر ما بخوایم این مناسبات رو به زبان ساده در رابطه با خشونت جنسی به طور مشخص بیان کنیم، یک سری گزاره ها رو به ما میده، گزاره هایی که این نظام مردسالار به ما میده و به نوعی دیکته میکنه.
اینی که خب سکس یک نیاز مردانه است، غریزه جنسی مهار ناپذیره، زن در جایگاه فرودست شی انگاری میشه، وسیله ارضای شهوت و غریزه جنسی مرد، ابزار تولید مثل و در خدمت نیازهای مرد هستش. زن تومه است، مرد شکارچیه، مرد به دنبال زن میره تا به دستش بیاره. نگفتن معنی نه رو نمیده. کانسنت یا رضایت معنی سیاه و سفید مشخصی نداره. خب در بعضی از جوامع مثل جامعه ما قوانین هم از این گزاره‌ها حمایت میکنن و عرف و فرهنگ اینها رو توجیه میکنه. نتیجه همه اینا میشه که اگر به زنی تعرض شده احتمالا تقصیر خودش بوده، نتونسته خودش مراقبت کنه، از به قول بگیم عفتش مراقبت کنه، باید بهتر لباس میپوشیده، بهتر باید رفتار میکرده و انواع و اقسام قربانی نکوهی، یا مثلا اگر تعرضی صورت گرفته نباید صداش رو در میآورده که آبروی مرد بره یا آبروی خودش، خصوصا اگر که مرد جایگاه خاصی داشته باشه توی اجتماع. و حالا اون بحث قطعه ناموسی هم همینجا مطرح میشه، یعنی وقتی که بحث آبرو میاد وسط، آبروی اون فردی که مورد تعرض قرار گرفته و آبروی اون خانواده، خانواده از همه مهمتر شاید. بله، انگار یک جوری این تمامیت وقتی که خدشه‌دار میشه باید بر طبق اون عرفی که وجود داره یه حرکتی صورت بگیره که یه جوری اون آسیب رو انگار جبران کنن و با این واقعیت های تلخ ما رو برو میشیم. همه اینها من به اینجا برسونم صحبتمو که اینا شکل دهنده فرهنگ تجاوزه، ریپ کالچر، که این هم دوباره مختص فرهنگ ایرانی نیست. توی کشورهای اروپایی هم با وجود قوانین سختی که درباره مسئله خشونت جنسی، آزار جنسی دارن، ولی این مسئله رو میبینیم. مثلا یه گزارشی سال 2017 منتشر شده بود درباره کشورهای اتحادیه اروپا که میگفتش حدودا نیمی از زنان 28 کشور اروپایی بین 45 تا 55% از سن 15 سالگی به نوعی مورد یکی از انواع آزار جنسی قرار گرفتن، که بخشی زیادی از اینا هم گزارش نمیشه، پیگیری قضایی نمیشه. همه اینها بخشی از عوامل بازدارنده برای علنی کردن این موضوع هستند و همین عناصر سازنده فرهنگ تجاوز هستند که دخیلند توی این موضوع. موارد زیادی رو باز کردید که امیدوارم بتونیم پوشش بدیم. به نظرم بحث خوبی رو شروع کردیم. خانم نوروزی، بحث بر سر شما هم در صحبت ها به خانواده اشاره کردید و قطعهای ناموسی. حالا من یه مقدار خودم مشکل دارم از این مسئله این که قطعهای ناموسی، ولی خب به هر حال این ترمیه که داره استفاده میشه. این نهادینه شدن فرهنگ و فرهنگ تجاوزی که مطرح شد، حالا ما برمیگردیم به اون تعرض و نه و نه که و اصلا معنیش چیه و در چه چارچوبی میگنجه، ولی یه چیزی رو که ما داریم باش در واقع روبرو میشیم این هستش که اگر کسی از اون چارچوب نهادینه و شدن خانواده و اون چارچوب غیرت، نمیدونم، آبرو، ناموس اینها عبور میکنه، با یک شکل فجیعی به قد میرسه. مثلا همین علی رضا رو سر میبرن، رومینا رو با داس سرشو میقطع میکنن و آمار زیاده در کردستان، در چهارمحال، در آبادان، در آذربایجان، خوزستان. یعنی میبینیم ما فقط مختص به یک منطقه و یک جا هم نیست. این انتقام به این شکل فجیع رو چگونه میشه تعریفش کرد؟ بله، کاملا درست میگید. بچه‌های عزیز به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. اگر فقط یکم بمونیم روی همون مسئله خانواده به عنوان یک، چند بار میشه اشاره کرد به عنوان یکی از هسته‌های بسیار مهم مردسالاری که درش در واقع اصلا این معنای مالکیت که همه این چیزها داره در واقع به نحوی به خاطر اون اتفاق میفته معنی پیدا میکنه و این باید نگه داشته بشه، این سلول، این هسته باید نگه داشته بشه، مردسالاری سیستمش سر و پا بمونه. در واقع توی این خشونت هایی که میبینید که اشارم کردی به قطعه ناموسی به معنی این که در واقع این برده انگاری
انسان فرزندان به ویژه فرزندان دختر و زنان برای اون خانواده، یعنی اینکه جزء املاک تمل مایملک اون خانواده اون پدر اون در رأس محسوب میشن. در واقع این اصطلاح قتل ناموسی از اینجا اومده، روی این گذاشته شده، در واقع مردانگی سمی رو سمی اومده این ناموس رو تعریف کرده. بله موافق هستم که بعضی از این ترم استفاده نمی کنن، ولی در واقع به این معنا، به معنای منفی، بار منفیه که هم روی ناموس وجود داره و بعد این کنار قتل گذاشتن دارن ازش استفاده می کنن. بله در واقع اتفاقی که داره میفته بعد از به جای خوبی اشاره کردید به نظرم و جای مهمی راجع به میزان خشونتی که داره نشون داده میشه توی این قتل ها و به قول شما توی این انتقام گیری، یه بخشش رو درست میگید انتقام گیریه، یعنی در واقع تنبیهه، در واقع اینکه کنترل تمام این سازوکار داره چیده میشه برای اینکه شما به عنوان در واقع مایملک من باقی بمونید و من برای این باید روی شما کنترل داشته باشم. و وقتی که این کنترل داره از دست میره به هر نحوی، با خشونت متوقف میشه. حالا از اینجا فقط یه اشاره کوچیکم بکنم، اساسا خشونت جنسی هم به ویژه وقتی در یک جامعه مثل ایران دیگه واقعا یک سازوکار کاملا سیستماتیک پیدا میکنه. من البته یک پرانتز باز کنم، موافق نیستم در جاهای دیگه دنیا این برچیده شده، اما در ایران و بعضی از کشورها ما به ویژه همچنان داریم میبینیمش، به دلیل اینکه عواملی که میتونه اینو تقویت بکنه، این مرد سالاریو و این مردانگی سمی تقویت بکنه، اونجاها داره پروتکت میشه. حالا در واقع به ویژه در این کشورها بعضی وقتا این سوال پیش میاد که چرا حکومت کاری نمیکنه، چرا قوانین رو یک کاری نداره برای اینا، یک تغییری در این قوانین دادن، چرا این کارو نمیکنن؟ به خاطر اینکه خشونت جنسی در جامعه وسیله ای برای کنترل زن، برای کنترل اجتماعی حضور زنان، برای کنترل حضور زنان در اون جامعه یک وسیله مناسبه برای اون سیستم. اما برگردیم دوباره به این شدت خشونتی که بروز پیدا میکنه وقتی که احساس میکنه سیستم یا نهادهای متصل به اون سیستم مثل خانواده که کنترل داره از دست میره. یه بخشش به خاطر این هستش که نشون بده که چه عواقبی داره برای دیگران اگر که از کنترل من خارج بشید و دیگه تن ندید. و من حقیقتا باور دارم یه بخشیش هم تنفر از زنه، یعنی به غیر از مسئله کنترل یک جور زن بیزاری در این سیستم مردسالار به وجود میاد، به ویژه اگر بخوایم برگردیم به قتل علیرضا به عنوان مثال که این روزها همه به خاطرش در واقع عزاداریم. در این جور مواقع به وضوح دیگه این زنبیزاری خودشو نشون میده، یعنی مردی که به اندازه کافی از نظر سیستم مردسالار مرد نیست، ما از بین میبریمش و به فجیع ترین شکل ممکن هم این کارو میکنیم، این زنبیزاریه. و حالا اون مردی که به اندازه کافی مرد نیست و چجوری دارن تعریف میکنن، اون استاندارد رو دارن چی میزنن؟ اون استاندارد رو دارن یه مردانگی سمی میزنن، همون مردانگی که مرد سالاری داره تعریف میکنه. حالا باید به نظر من این بخش رو که بهش اشاره کردید، این خشونت شدید مثل اینکه با داس سر میبارن و اینها، این تصاویری که دارن درست میکنه این سیستم مرد سالار و داره خلق میکنه، از هر دو جهت قابل بحث به نظر من، هم از نظر اینکه این سیستم بسیار وحشت داره از این کنترل رو از دست بده و تام با فجیع ترین شکل خودش رو بروز میده در مقابل این مسئله، و دو این سیستم از زنانگی بیزاره و اینو نشون میده. بله من میخوام از ادامه صحبت خانم نوروزی با شما شروع کنم، خانم میرزا نژاد، و بحث اون قانون رو که حمایت میکنه. و من وقتی دنبال میکنم میبینم قانون به این شکل هست که اگر کسی شکایت نکنه یا درخواست قصاص نکنه حد اکثر به چند سال زندان محکوم میشه و بعد آزاد میشه. و این رو ما در مسئله رابطه پرونده با رومینا هم دیدیم که پدرش قبلا هماهنگ میکنه مطمئن بشه که مجازاتش محدود هستش و بعد دست به اون جنایت دهشتناک میزنه. و بعد یه مورد دیگه هم هست که شما خودتون در مورد اون نهادینه شدن فرهنگ صحبت کردید. من در برنامه دیدم که پارتنر و در واقع کسی که دوست علیرضا بود رو میگفتش که
من رو تاکسی که سوار کرده بردن، تجاوز بهم کردن و بعد به خاطر مسائل این که گفتم توضیح دادم که من قلبم بعد ناراحت فلاینا آزادم کردن و بعد همین. یعنی شما اصلا آدم وقتی اینا رو میشنوه مبهوت میمونه که اصلا چگونه اصلا میشه توضیحش داد، تا بعد راجبش سوال کرد و بس کرد. یعنی یک محیطی رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم که همونطوری که خانم نوروزم اشاره کرده، اگه مردی از اون حیطه مردانگی در بیاد بیرون، هر اتفاقی روش بیفته میپذیرنش. و بعد ما خانواده رو داریم که چه دختر چه پسرش همجنسگرا هستن و این انگار یه فاجعه است، یک ننگ بزرگ براشون و پنهان میکنن. خواستم بیشتر راجع به این موضوع اگه بشه توضیح بدید. خب ببینید، توی جوامع به خصوص جامعه مثل ما که یه مقدار سنتی تر هستش، خیلی گرایش به این سمت هست که اون یک پارچگی حفظ بشه، گوناگونی وجود نداشته باشه. خب به خصوص در جوامع توتالیتر ما اینو خیلی می‌بینیم که هر زمانی به هر کسی خارج از اون کلیشه ها بخواد رفتار کنه، یا اصلا هویتش خارج از اون کلیشه های تعریف شده بخواد باشه، سعی میشه که این رو یه جوری ببلن در خودشون، یه جوری به نوعی حذفش کنن یا سعی کنن تغییرش بدن، برش گردونن در داخل همون چارچوب ها قرار بگیره. خب قانون هم ما میدونیم قانون همیشه در خدمت اون نظام حاکم هستش، یعنی سعی میکنه اون در خدمت اون ساختار باشه، همون نظم موجود رو حفظ کنه. بنابراین طبیعیه که ما تلاشی رو از سوی قانونگذار نمیبینیم برای از بین بردن موارد این چنینی. و اینی که ما بخوایم از قانونگذار انتظار این رو داشته باشیم که قدمی در این راستا برداره، به نظرم ما جای نادرستی رو هدف گرفتیم. یعنی ما باید به کل این ساختار نگاه کنیم، یعنی اگر این کل این ساختار تغییری پیدا نکنه، قانونی که در خدمت اون ساختار هستم نمیتونه قدمی در این مسیر برداره. بله متشکرم خانم نوروزی. در ابتدا خانم میرزا نجات اشاره داشت به اون نه یعنی نه و بحث قانونگذاری و فرهنگ، همه هر دو شما در این رابطه صحبت کرده. اگه موافق باشید یک نگاهی هم داشته باشیم به او چیزی فراتر از این و اون آزار جنسی که بحثش چندی پیش نه خیلی دور مطرح شد در رابطه با جنبش میتو ایرانی و پرونده اخیرش هم مسئله آقای محسن نامجو بود که متاسفانه نمیدونم حالا البته متاسفانه است چون آدم استقبال نمیکنه که این اتفاقات در سطح جامعه باشه، ولی خب به هر حال ما شاهد بودیم که یک برخوردهایی صورت گرفت که گویی این مسئله همون ادامه صحبت خود شما هم که به حیطه بر زن رو حق خودش میدونه و بعدم چون مشهوره احتمالاً بقیه ارزش کافی رو ندارن، بلخص اگه زن باشه که اصلا نداره و نفسش نفس 100 تا زن رو میارزه و این داستانهای به این شکل متحجرانه، این رو چگونه باید توضیح داد؟ ما حالا داریم بخش اول صحبت هامون راجع به قش عامی جامعه بود که اون فرهنگ تنیده شده، قانون ازش حمایت میکنه و جنایت میکنه و بعدم همه ازش شاید به راحتی میگذرن. البته این توی این قضایا من فکر کنم بعد از رومینا این قضیه داره خیلی جدیتر و ریشه‌ای‌تر میشه که جامعه به راحتی ازش عبور نکنه، ولی در مسئله هنرمندان بالاخص ما شاهدیم که چندین هنرمند اومدن و بعد کسایی که مطرح کردن موضوع رو گناهکار شدن، یعنی
خانم میرزا نیژاد در بخش اول صحبتشون گفتش که انگار مقصر تویی، درست لباس نپوشیدی، درست رفتار نکردی، اصلا برای چی رفتی اونجا که این اتفاق بیفته، و بعد زن محکوم میشه تو این قضیه. خواستم ببینم نظرتون در این رابطه چیه. درست میگید. در ادامه صحبت شما و اتفاقا شیرین عزیزم چند مورد بهش اشاره کرد، مسئله فرهنگ اشاره کردید هر دو نفر به یک نحوی و مسئله قانون رو کنارش آوردید. خوبه اینجا من اینو بگم که به نظر مهمه وقتی ما از فرهنگ صحبت میکنیم راجع به این صحبت بکنیم که ما داریم یک مجموعه رو میبینیم، یعنی منظور ما از فرهنگ یک فرایند سیاسیه، یعنی اینکه در واقع حکومت چطور داره یک فرهنگ رو در یک جامعه تثبیت میکنه. به این معنا مسئله آموزش، مسئله قوانین و همه اون چیزهایی که ما میدونیم در اختیار حکومت هست و به وسیله اونها یک فرهنگی رو در یک جایی سعی میکنه نگه داره. از ریپ کالچر صحبت کرد شیرین که درست میگه در ایران میشه به جدیت این رو گفتش که فرهنگ تجاوز در واقع چیزی هستش که حکومت به نظر من آمدانه داره نگهش میداره توی اون کشور. در واقع اینو گفتم که ما موضعمون رو مشخص بکنیم وقتی راجع به فرهنگ صحبت میکنیم که چقدر داریم راجع مردم رو درش دخیل میدونیم و چقدر داریم حکومت رو درش دخیل میدونیم. و به نظرم بسیار مهمه که ما بدونیم همیشه متذکر بشیم که در دستان حکومت هست و یک فرهنگ سیاسیه. اینکه حالا این فرهنگ در واقع چه چیزهایی رو برای ما آورده، این ریپ کالچر که داره در کنار فرهنگ مردسالاری پیش میره، هم این چیزهایی رو که شما بهش اشاره کردید مساحاش هستش، میزان خشونتی رو که بروز میده وقتی که در واقع از کنترل داره از دستش خارج میشه و املاکش رو داره از دست میده، میزان خشونتی که به خرج میده، میزان تنفری که از خودش نشون میده از زنانگی، یا حتی یک جایی همین الان در صحبتتون بود از اینکه مردانی فیت نمیشن توی اون قالب. یعنی من حتی بعضی از دوستان مرد فمینیستم در ایران میگن که تمام تلاشش رو جامعه و تمام سازکارهاش زیر لوای اون حکومت داره انجام میده که ما تو اون قالب جا بشیم، و واقعا ممکنه که تو یه جای دیگه کم بیاری. یعنی تمام کارشو داره اون حکومت و اون وضعیتی که برای اون جامعه زیر پرچم خودش به وجود آورده انجام میده که این مردان در اون قالب جا بگیرن بالاخره. در مورد علیرضا هم مثلا باز میشه به این اشاره کرد، این که بالاخره نتونسته بودن این پسر رو جا بدن توی اون قالب و حالا اون کم نیاورده و دی سیستم در نهایت از بین میبرتش. یه نکته دیگه ای که هستش که در آخر بخوام بگم و دقیقا مربوطش به بحثی که الان کردی و سوالی کردم، پرسیدی راجع به مسئله ارزش گذاری است، همون چیزی که آقای نامجو اومدن گفتن. اون بخش صحبت آقای نامجو بسیار بخش مهمی بود که گفت من یک ساعت نفسم میارزه به 6 ماه زندگی بقیه. این یک ایده جدیه که مردسالاری اینو تثبیت میکنه و تقویتش میکنه حقیقتا، و ما در مستقای دیگه هم داریم میبینیم، در جای دیگه هم داریم میبینیمش، مثلا یک جایی مثل ایران که حالا مردسالاری در مذهب هم داره حمایتش میکنه و توی قوانین، حالا بخوایم نگاه کنیم قوانین اسلامی که به هیچ عنوان در واقع نمیشه جداش کرد از مردسالاری، یعنی شکل مردسالاری مذهبی، داره میگه که شما دیتون نصفه، نمیدونم شهادت هم که نمیتونید بدید و همه چیزهایی که ما میدونیم. این ایده بسیار مهمیه در ساختار مرد سالاری که اینها بی ارزشن یا در قیاس با مرد چیزی نیستن و این ایده محوریه. و آقای نامجو اتفاقا در اون فایل به غیر از چند تا چیز بسیار مهمی که برای بررسی وجود داشت در نظرات ایشون که میشه ریپ کالچر رو ازش استخراج کرد، این خیلی ایده مهمی بود به نظر من که دقیقا صادقانه داشت میگفت. حقیقتش ببینید این ایده باعث چی میشه، چرا این ایده باعث خشونت جنسی میشه، چون حقیقتش این در زنان اصلا نمیبینه که این ارزش رو بذاره به عنوان یک انسان. حقیقتا اگر باهاشون صحبت بکنی، یعنی عمیقا، این درش وجود نداره که اینها انسان هستن و حقوقی برابر با من دارن. این واقعی حقیقتا درش وجود نداره.
و چرا این اتفاق افتاده؟ بله، به خاطر سیستم مارسالار و ایشون هم خروجی اون سیستم هستن. ولی این ایده بسیار خطرناک از یک جهتی، دلیل شاید بشه گفت اصلی خشونت جنسی هست و بعد به دنبالش دلیل اصلی خشونت‌های دیگه‌ای که بعد از این میاد. ببین، خشونت جنسی در یک هرم خشونت علیه زنان یک پله قبل از زنکشی هستش، یعنی بعدش این قتل‌های فجیع هستش که ما می‌بینیم، یک پله بعدش اون هستش. و این اون ایده‌ای که به نظرم که اتفاقاً میرسونه سربازان سیستم مردسالاری رو به اینجا که به این مرحله از هرم خشونت برسن، اتفاقاً یکی از ایده های بسیار قدرتمند همینه که اصلا اینا توانایی این رو از دست میدن که انسان‌ها رو ببینن، انسان‌هایی رو که جنس و جنسیتشون با اینها متفاوته و اینها رو به عنوان یک انسان ببینن، حقیقتا توان این رو از دست میدن. و فقط اینو خیلی کوتاه بگم، ببخشید که خیلی طولانی شد صحبتم. باز در مورد آقای نامجو صحبت کردید، حتما میتونیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم که حالا ما راجع به همه این چیزا حرف زدیم ولی الان داریم راجع به خشونت جنسی یک آرتیستی صحبت میکنیم که یک چهره روشن فکر هم داره. اینجا به نظرم ما حتی میتونیم مکس بیشتری بکنیم و باز دوباره تاکید بذاریم که چقدر اینجا خطرناک تر هست این ایده. این ایده به این غایت خطرناک که خشونت جنسی رو تولید میکنه و در نهایت زنکشی و قتل‌های مشابهش رو تولید میکنه، این ایده اینقدر خطرناک، بیشتر حتی خطرناک میشه وقتی در ذهن کسی مثل آقای نامجو یا امثال ایشون هست که جایگاهی رو دارن پر میکنن توی این جامعه که ما امیدوار باید باشیم که در این جایگاه جاها اتفاقا مشعل‌های آگاهی افروخته بشه، در این جاها ما امیدوار باشیم که نور انداخته بشه روی این سیستم تبعیض، این جاها ما امیدوار باشیم که دستان اینا و اندیشه اینا داره کار میکنه برای اینکه این سیستم تبعیض رو در واقع از بین ببره، این ساختار رو در واقع از بین ببره. این جاها ما داره و ظاهر داره این رو نشون میده، یعنی ظاهر داره به ما میگه که این من یک آدم روشنفکر هستم در این جامعه تحت یک حکومت تمامیت خواه در این روزگار سیاه، من اونجایی هستم که شما میتونید به من امیدوار باشید که این سیستم رو در واقع بشکنم، از پادر بیارم. اما در واقع در حقیقت این فقط یه ماسکه، یعنی واقعا دوچندان به نظر من ما ناامید میشیم و قلبمون میشکنه وقتی که اونجا داره این اتفاق میفته. من میخوام از خانم میرزا نژاد عذرخواهی بکنم و ادامه صحبت شما رو با یک سوال دیگه ادامه بدم و اینکه اولا که درست گفتید، یعنی فاجعه جاییست که آقای نامجو به عنوان یک روشنفکر و یک کسی که معترض هست به یک سیستم و یک جامعه به این شکل نزول پیدا میکنه و سقوط پیدا میکنه، یا شاید اصلا سقوط داشت، پرده برداری میشه از این سقوطش، این یک فاجعه است. خب این رو میشه فهمید که تا اونجایی که اون پرده هستش کسایی هستن طرفدار هست، طرفدار برای همین سلبریتی هست و شخصیت به این شکل، ولی یک موجوداتی من هنوز نتونستم اسم مناسبی رو پیدا کنم، مثلا مثل تتلو که چند میلیون فالوور هم داره، جوان هم دنبالش هستن، آدم نمیدونه اینو چه توصیف بکنه. زنستیزی رو در تمام سلولهای بدنش میشه دید. به نظر شما این جامعه هنری ما با اون فرهنگ سنتی، با اون فرهنگ مردسالار، با قوانین اسلامی که حاکم است، تا چه حد تلفیق شده یا تعمیق شده که یک همچین موجوداتی رو از در خودش میپرورونه که شکل گندش تتلو در میاد، میوه خوبش نامجو در میاد؟ البته من واقعا خیلی تفاوتی نمیبینم. من حتی یکی از بچه ها میگفتش، یکی از دوستان داشتم میگفتن که مثلا شما بین تتلو و آقاین، اتفاقا در این همچی قیاس داشتم میکردن که خب اون آدم ازش ناراحت، اون جرمش بیشتره، نمیدونم این کمتره. من واقعا داشتم فکر میکردم که اتفاقا من از کسی مثل نامجو هم میتونم خشمگین تر باشم، هم فکر میکنم جامعه سلامت باید برخورد جدی تری باهاش بکنه
به خاطر اینکه اونجا جایی که تو انتظار نداری. اما اون یکی درسته که به درستی شما گفتید هر دو خروجی این سیستم هستن، اما به هر حال اونجا حداقل ماسکی وجود نداره. این یک مقدار خطر رو کمتر میکنه برای اینکه نور آدم بندازه روش و راحت تر راجبش صحبت بکنه. یه بخش زیادی از خشونتی که بعد از افشای خشونت راویان آقای نامجو متحمل شدند به خاطر این حاله مقدسی بود که دور خودشون ساخته بودند، از بهره کشی از اعتبارش، از در واقع توجه افراد اون جامعه به خودشون، و در واقع یک جور سوء استفاده کردن از اعتماد اونا و امید اونها. این از این استفاده کردن استفاده شد در نهایت، و ایشون هم این استفاده رو کردن برای اینکه دوباره خشونت بیشتری روی اون قربانیانی که یک بار خشونت دیدن از سمت ایشون اعمال بشه. بنابراین اونجا حتی خطرناکتره و واقعا شرایط پیچیده تری ایجاد میکنه. آسیبش به جامعه به نظر من بسیار جدیه، این اتفاقاتی که از سمت این افراد داره میفته، و چون خیلی برای من دردناکه، حالا خیلی هم تکرارش میکنم، واقعا عذر میخوام، ولی میدونید حقیقتا این که در اینجا داره خشونت جنسی از این دستی اتفاق میفته که با در واقع تئوریزه میشه اینجا، میدونید، خشونت جنسی، و توضیح و توجیهاش مستحکم میشه و پا میگیره و ریشه هاش اون دیگه میره توی جامعه. اینجا در جایی که نامجو داره انجامش میده اتفاق میفته. بعد اتفاقا ایشون میاد اشاره میکنه، میگه بعد اون سر طیف یه دختری سرش بریده میشه و ایشون نمیدونه، ما باید براش توضیح بدیم که نه آقای نامجو، اگر اون سر طیف سر یه دختری داره بریده میشه، چون این سر طیف تو داری خشونت جنسی میکنی و عمیقا باور داری که این کارو میکنم چون یک ساعت زندگی من معادل 6 ماه زندگی اوناست، تو داری اینو تئوریزه میکنی، تو اینجا داری انجامش میدی، و این وقتی میرسه به حاشیه ها سر یه دختری بریده میشه. و در مورد تتلو هم که گفتید، بله، به صورت کلی اشاره درستی کردید به یک به اصطلاح فرهنگ هواداری که وجود داره در جامعه ما، که افرادی دور یه سلبریتی رو میگیرن، نه در جامعه ما، در تمام جهان وجود داره. اما شاید من خودم باورم این هست در یک جامعه مثل ایران که میشه گفت جامعه در حال مبارزه است، خب به نحو دیگه‌ای میشه راجع به این صحبت کرد، زاویه‌های دیگه‌ای هم این پیدا میکنه. اما در نهایت یک چیز در این مسئله به نظر من واضحه و ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم و مهمه، اون هم این هستش که درست گفتید هر دو نفر این افراد به عنوان مثال در واقع نمونه هایی هستند از خروجی آنچه سیستم مرد سالار مذهبی، آن استبداد مذهبی در ایران ساخت، و در واقع اون چیزی که میخواست واقعا از مردانگی بسازه، اون مردانگی سمی که درش میخواد بسازه، حقیقتا همون موقع هم که آقای تتلو شروع کرده بود به اون کارها، وقتی ما بررسیش میکردیم گفتیم اوکی این تمام آن چیزی هست که جمهوری اسلامی خواست بسازه و ساختش، این دقیقا به صورت کامل میشد در ایشون دید اون ویژگی هایی رو که سعی کرد بسازه، واقعا ویژگی سمی رو. و بله، از طرف دیگه هم آقای نامجو به نحو دیگه ای در واقع خروجی شد، خروجی این سیستم شد، خروجی این سیستم که دروغگوه، که حذف میکنه، که در واقع جان انسان ها براش ارزشی نداره و غیر. و در نهایت ما باید به این نگاه بکنیم که خب دور این در واقع ایده های سمی که ساخته شد همچنان چطور مردم جمع میشن، و این همون خطری هستش که جامعه های توتالیتر و استبدادی ایجاد میکنن. یعنی مردم همچنان با یه فرهنگ هواداری دور این حلقه ها جمع میشن. ما از اول انقلاب شاید یادمون باشه که اینطور بود، دور این حلقه های سمی جمع میشن و این باعث میشه سوالی از اونا نپرسن. و آخرین چیزی که میخوام بگم این هستش که و جنبش میتو همین کارو داره میکنه، ارزش کاری که زنان در این جنبش دارن میکنن همینه، و به جامعه یادآوری میکنن شما باید از آن کسانی که بهشون قدرت دادی سوال بپرسید، بله، و باید انگشت اشاره به سمتشون بگیرید. متشکرم. من میخوام از حالا نه به طور مشخص از جنبش میتو، ولی از جنبش زنان صحبت کنم خانم میرزا نژاد، و اینکه
پویایی این جنبش به چه شکل هستش و فکر میکنید تا چه حد میتونه در جامعه تاثیرگذار باشه، تاثیر به شکل مستقیم و جدی؟ بشنویم. خب ببینید، صحبت از تجربه آزار، حالا اگر جنبش زنان رو در رابطه با همین خشونت بخوایم صحبت کنیم، صحبت از تجربه خشونت و آزار عمل جسورانه ایه که خوشبختانه داره جای خودش رو باز میکنه، خصوصا با همین جنبش میتو که اخیرا به راه افتاده. جسورانه از این جهت میگم که خب بجز بعد اجتماعی و فشاری که با بیان روایات روی فرد وارد میشه، در کشور ما از لحاظ قانونی هم بستر مناسبی برای حمایت از آزار دیده ها وجود نداره. خب ما توی قانونمون بحث زنا رو داریم و زنای به عنف، که اگر زنای به عنف اثبات نشه برای خود آزار دیده میتونه تبعات خیلی سنگینی از لحاظ مجازات قانونی داشته باشه. بنابراین خیلی عمل جسورانه این روایات، اگر که درباره همین جنبش میتو بخوایم بگیم. و اینکه درباره، حالا برگردم به جنبش میتو، توی ایران زمانی که این به راه افتاد، خب سیل روایت هایی بود که گفته میشد که بالا به گرد قضایی یکی از متهم ها منجر شد. درباره افراد سرشناس میگفتن تا نزدیکا و خانواده، هشتگ ها همچنان هنوز هم ادامه داره. خب خیلی امیدوار کننده است، به خاطر اینکه افراد رو آگاه میکنه، هوشیار میکنه و بگم این همبستگی ایجاد میکنه. میبینیم که تنها نیستیم و کسای دیگه هم هستن که تجربه های مشابه دارن. این خب یه فضایی رو، فضای امنی رو ایجاد میکنه و خب تابوی صحبت درباره آزار، درباره تجاوز شکسته شده. ولی نکته ای که من میخوام اینجا اشاره کنم بهش اینه که شکستن تابو فقط صحبت از آزار و تجاوز بعد از اتفاق افتادنش نیست. یه تابوی دیگه ای هم وجود داره در جامعه ما که من فکر میکنم این بار شکستنش برای کنشگران جنبش زنانه، و اون آموزشه در خصوص مسئله آزار و خشونت. خانواده ها در خصوص این مسئله آموزش نمی بینن. وقتی مسئله برای عضوی از خانواده پیش بیاد، اگر حالا بگیم تازه وارد جریانات فجیع قربانی نکوهی و رفتارهای متعصبانه نشه، حالا اون اصلا بخوایم بذاریم کنار، افراد آموزش ندیده و ناآگاه در بهترین حالتش ممکنه که فقط به طور غریزی حمایتی که فکر میکنن لازمه رو از آزار دیده انجام بدن، که ممکنه ناکافی باشه، حتی ممکنه نامطلوب باشه، یعنی آسیب بیشتری به فرد بزنه. برای همین بار آموزشی به نظرم خیلی مهمه، خیلی بحث آموزش به افکار عمومی خیلی اینجا مهم میشه. حالا این بحث رو گفتم تا حالا بخوایم برسیم به خانواده‌هایی که درگیر این تعصب هستن، که همونجور که شما تو صحبتاتون اشاره کردید، قتلایی که اتفاق میفته، یا اینکه آزار دیده رو آماج حملاتشون قرار میدن، وادارش میکنن به کارهایی. ولی خب وقتی ما تک تک ما بدونیم که توی چنین شرایطی چه برخوردی باید داشته باشیم، وقتی به این موضوع آگاه باشیم که این اتفاق فقط برای غریبه ها نمیفته، خیلی شرایط میتونه تغییر کنه. و حالا درباره این بازگو کردن روایات، نکته دیگه ای هم بخوام بگم اینه که خب یه تاثیر مهم دیگه هم گذاشته تو جامعه ما. وقتی که روابط زن و مرد یا در چارچوب ازدواج تعریف شده یا هیچی، یعنی در خارج از اون جرائم زنا و رابطه نامشروع هستش و عمل منافی عفت، یعنی ما همین دو تعریف رو فقط داریم، و از طرف خانواده ها هم این روابط غالبا من میشه، در نتیجه آموزشی در این زمینه وجود نداره. توی نرم های اجتماعی کد های رفتاری درست تعریف نمیشه و خارج از حیطه خانواده و ازدواج یک قلمرو ناشناخته ای هست برای جوان هایی که وارد اجتماع میشن، که این قلمرو قاعده مندی خاصی نداره. یه فرد کم سن و سال توی شناختن سیگنال های خطر اونقدر توانا نیست، ولی این روایات خب میتونه تا حدی کمک کنه به شناسایی این سیگنال ها، به شناسایی موقعیت های خطرناک.
کمان که خب خیلی از ما این تجربه رو داشتیم توی زندگیمون، در برخورد با افراد یا فضاهای ناامن، به دوستامون، به همکارامون و کسایی که فکر میکردیم شاید توی موقعیت مشابه قرار بگیرن ندا میدادیم. من فکر میکنم که جای خالی که هست که فعالان جنبش زنان باید این رو پر کنن همین بحث آموزش و اطلاع رسانی هست، که به این کارم حالا این جنبش تو خیلی تونسته کمک کنه به این قضیه. بله، من الان برای اینکه بحث امروز رو ببندیم میخوام سوالم در واقع یک سوال رو پیش روی هر دو شما بگذارم و این بعد ادامه صحبت های هر دو شما، مثلا این تیکه آخری که خانم میرزا اینجا شما مطرح کردین، مسئله آموزش جامعه هستش. خب این آموزش جامعه از کانال های ویژه ای باید بره، یعنی فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق کودکان، فعالین حقوق حیوانات، محیط زیست، اینا همه با هم باید به یک شکلی با همدیگه ارتباط بگیرن، وصل بشن که بتونن جامعه رو از اون فضایی که 40 و اندی سال زیر سلطه تحجر اسلامی قرار گرفته رو بخوان نجات پیدا بدن. در این راستا وقتی که حالا بحث ما روی مسئله زنان هستش، فعالین حقوق زنان کسایی که رادیکال هستن، کسایی که چپ هستن، خب امکانات کمتری رو دارن، تحت فشار بیشتری قرار دارن، در نتیجه راست، طیف راست راحتتر میتونه بیاد خودش رو به عنوان نماینده حقوق زنان جا بزنه و بیاد پرچمدار این قضیه بشه. به نظر شما خانم نوروزی این تا چه حد برحال داره صدمه میزنه، تا چه حد میشه جلوش وایستاد، چه کارهایی رو باید شاید به این شکل گفت میشه در دستور کار قرار داد که برحال بشه از دو جبهه جنگید، یک جبهه با فرهنگ حاضر هست و جبهه دیگر با کسایی که دارن به عنوان پرچمدار میان و دارن سعی میکنن که تزیینی بکنن فضا رو که جامعه رو آرامتر و ریلکستر بکنن؟ متوجه سوالتون هستم. این سوال فکر بکنم که از نظر من یه بخشش برمیگرده به در واقع تقسیم بندی که به صورت کلی به نظر میاد داره میشه روی فعالین زن و به راست و چپ و به هر گرایش مختلف تقسیم میشن، که هست که درسته گرایش متفاوتی دارند. اما اینکه در واقع ما بیایم بگیم که واقعا اون بخشی که به اصطلاح میگیم راست که اینجا الان مطرح شد واقعا یگانه پرچم دارن و دارن تزیین میکنن، یا بیایم بگیم که کاری که دارن در حقیقت انجام میدن این هست که جامعه رو آرومتر بکنه، من با این در واقع حکم قطعی و کلی صادر کردن راجع به فعالیت گروه های مختلف فمینیست ها و فعالین زن موافق نیستم خیلی. حقیقتا باورم این هستش که همه دارند برای در واقع با ارزش با یک ارزش مشترک مبارزه می کنند. درسته که هدف های استراتژیک به نظر میاد که از هم جدا شده و به هر حال یک اختلاف نظری بر سرش هستش، اما در نهایت هم میخوام بگم که فکر میکنم که گروه های چپ، فعالین فمینیست چپ تا اونجایی که من باشون در ارتباط هستم، اتفاقا از نظر سازماندهی نقاط قوت درخشانی دارند و اتفاقا اون بخشی هستش که به جنبش زنان دارن ارائه میدن، یعنی در واقع منش سازماندهی رو دارن به جنبش زنان ارائه میدن و بسیاری از اندیشه های مهم و ایده های مهم فمینیستی از بخش چپ جنبش زنان، از جنبش فعالین کارگری یا فمینیست هایی که خودشون فمینیست های چپ معرفی میکنند، واقعا به کلیت بدنه جنبش زنان ارائه شده و ما داریم روشون تاکید میذاریم و راهگشا بوده برام. یعنی میخوام بگم من اینطوری نمیبینمش که اونها صداشون داره کم میشه یا کم بوده، لااقل من اینطوری نیست نمیبینم. خوشحال میشم نظر هر دو نفر شما رو هم بدونم در رابطه باهاش. در رابطه با مسئله آموزش بحث شد و فکر کنم بحث بسیار مهمیه، بخش مهمیه برای پایان این بخش.
و کاملا درست میگه شیرین عزیز که بسیار بحث مهمی هستش. و واقعیتش این هستش که همه این نکته فقط در رابطه با آموزش میشه گفتش که به نظر میاد تمام مسئولیتش به روی دوش جنبش زنان گذاشته شده و ما باید راجع به این صحبت بکنیم. یعنی جنبش زنان تا همین الان به نظر من با ابزارهای محدودی که داشته سعی کرده کار آموزش رو انجام بده. من به عنوان مثال فقط دارم راجع به میتو حرف میزنم در همین یک سالی که گذشت. بعد به علاوه اون بخشی از این کسایی که دارن این کار آموزش رو انجام میدن خودشون نجات یافته های خشونت هستن، یعنی آزاردیده هستن. یعنی همین که آزاردیده دوباره این بار رو به دوش میکشه که بار آموزش جامعه رو دوباره به دوش میکشه، این خودش واقعا چیز عجیبیه ولی در جامعه ما داره اتفاق میفته و ما باید به نظرم ازشون ممنون باشیم. در تک تک این روایت ها که بهش هم اشاره شد، به نظر من هم موافقم، در تک تک این روایت ها هم این روایت ها آموزش در خودش داشت، تک تکشون، یعنی فقط یکی روایت نبود، داشت مصداقهای خشونت رو میگفت، داشت حتی میگفت ما از جامعه انتظار داریم چطور عمل بکنه تا این خشونت ها متوقف بشه، داشت حتی در روایت ها ما حتی میتونستیم بفهمیم، جامعه میتونست آموزش ببینیم که چرا داره این اتفاق میفته و ریشه های این خشونت ها کجا هستن. یعنی میخوام بگم تمام این کارها رو جنبش زنان، فعالینش و راویان دست در دست هم دارن انجام میدن و باز هم انجام میدن. اما من فکر میکنم که اینجا اگر بحث آموزش میشه یا هر جایی که بحث آموزش میشه، خوب ما به یک مسئولیت جمعی هم اشاره بکنیم. ما هر کدوممون یه باری و برداریم از روی دوش این مسئله و به عهده بگیریم. در حد نمیدونم یک فعالیت در فضای مجازی هستم، حتی این یه بخشی از ماجرا رو پیش میبره و همیشه حواسمون باشه که همه بار رو هم نمیتونیم بذاریم روی شانه زنان که بخش زیادیشون خودشون آزاردیده های این خشونت هستن ولی دارن با مسئولیت پذیری اینو پیش میبرن. ما هم هر جایی دستمون میرسه در واقع این آموزش رو پیش ببریم که واقعا مهمه و همه این کارو داره برای همین انجام میشه. بله متشکرم. صحبت آخر رو از شما بشنویم خانم میرزانژاد، و اینکه همه این جریانات به هر حال چه راست چه چپش دارن با یک هدف مشترک حرکت میکنن، تا چه حد این رشد راستگرایی میتونه صدمه بزنه به این جنبش و به بنیاد این حرکت؟ صداتون بسته است. ببخشید من میوت کرده بودم. چیزی که ما وقتی از راستگرایی صحبت میکنیم، چیزی که با راستگرایی عجینه در واقع حفظ نظم موجوده و گاهی سوهان کشیدن روی لبه های تیز وضعیت موجود و تلاش برای تحمل پذیر کردن کاستی های نظم موجود، جوری که شما هم به نوعی اشاره کردید، بدون اینکه کلیت این ساختار رو بخواد بهش دست بزنه. خیلی هم ممکنه تلاش های گسترده صورت بگیره، فراگیر باشه، پر سر و صدا باشه، مثل الان حتی چی میگن در جلوی یک جنبشی بخواد قرار بگیره و پرچمدارش بشه، ولی خب باید دید که این تلاش ها در چه راستایی صورت میگیرن. ما با اینها درباره ریشه ستم، درباره روش ها و حتی مصادیق ستم اختلاف نظر داریم. ما معتقدیم که خب ریشه ستم جنسیتی چه بر زنان و چه بر اقلیت های جنسیتی توی نظم موجود، توی نظام اجتماعی اقتصادی که بر پایه بهره کشی استوار شده نهفته است و مردسالاری هم خب یکی از ارکانشه. برای رفع تبعیض هم باید این ریشه رو هدف گرفت که اینها خب شاید نگاه به این ریشه ندارن. کاری که ما میتونیم بکنیم برای اینکه این شرایط آسیبزا ادامه پیدا نکنه، اینکه راستگرایی بخواد مسلط بشه، اینه که ما روی اون نقاط مشترک میتونیم تاکید بکنیم ولی نگاه داشته باشیم به اون هدف غایی. یعنی اینکه فراموش نکنیم که این جنبش رو آگاهانه پیش ببریم و بخشی از مسیر رو ما شاید بتونیم در کنار هم پیش بریم. علتش هم خب اینه که ما نمیتونیم صبر کنیم تا تمام ریشه های ستم از بین بره و بعد این کل این ساختار رو تغییر بکنه تا بتونیم به اون وضعیت مطلوب برسیم. خب حالا همین جنبش میتو یکی از جاهاییه که این مسیر به طور موقت
مشترکه. میتونیم بخشی از این مسیر رو طی بکنیم، ولی باید فکر میکنم که باید تاکید کنیم روی آگاهی و آگاهانه بودن طی مسیر خودمون و پیدا کردن نقاط مشترک با جنبش های دیگه ای که چشم دارن، نظر دارن به اون هدف نهایی ما. بسیار عالی، به پایان برنامه میرسیم. اگر نکته ای جا مونده که مایل هستید یا مایل بودید در این برنامه گفته بشه و جا مونده، فرصت مناسبیه، وگر نه دستتون رو به گرمی بفشاریم و برنامه رو به پایان برسیم. من خیلی ممنونم دوباره از اینکه این برنامه رو تدارک دیدید و این بخش رو دارید پیش میگیرید از در واقع مسئولیت کار و آموزش، که این بحث بسیار مهمی که پایان بخش بحثمون بود. و بازم میخوام در آخر تسلیت بگم به خاطر اتفاق بسیار تلخی که افتاد در این چند روز گذشته. ممنونم ازتون و ممنونم از شیرین عزیز. من هم خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید و تشکر میکنم از مخاطبانی که همراه بودن. مرد سالاری سیستماتیک، آزار و خشونت جنسی، موضوع بحث امروز ما با خانم ها شقایق نوروزی، بازیکر و فعال حقوق زنان، و شیرین میرزا نژاد، حقوقدان و دبیر تحریر گروه تئاتر اگزیت رو شنیدید. از مهمانان خوب ما و از شمایی که این برنامه رو دنبال میکنید سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.